سویل سلیمانی، فعال سیاسی از واشنگتن، همراه ما هستن. خوش آمدین خانم سلیمانی. تلاش حکومت و خشونت نیروهای سرکوب برای ترسوندن معترضان عملاً تا این لحظه بی نتیجه بوده و ما شاهد این هستیم که هر روز شهرهای بیشتری به اعتراضات میپیوندن. ارزیابی شما از این موضوع چی هستش؟ تفاوت این اعتراضات اولا به ماهیت اون برمیگرده و نسلی که در اون شرکت کرده. برخلاف گذشته اولا مردم بر اساس یک خواسته نیومدن. مثلا قبلا به خاطر اعتراض به انتخابات، به خاطر یک اعتراض به یک موضوع مشخصی به خیابون ها میومدن، اما این دفعه کلیت نظام نشانه رفته، اون مسئله که پایه ایدولوژیک نظام هست و اصلا این حکومت موجودیتش رو با اون تعریف کرده. برای همین حکومت به هیچ عنوان نمیتونه به این خواسته ها پاسخ مثبت بده، چون موجودیتش زیر سواله، چون تعریفی که از خودش برای به دست گرفتن حکومت داده، تمام ایدولوژی هاش زیر سوال میره. پس سرکوب ها رو داره بیشتر میکنه و مردم هم هر روز با کشته ها، با اعتراضاتی که داره میشه، بیشتر مصممتر میشن که این اعتراضات رو ادامه بدن. دهه 80 ها، دهه 90 ها برخلاف اون نسل‌های قبل، اون بیشتر با حقوق و با مسائل خودشون آشنا هستن، تجربه دارن، یعنی در این حکومت به دنیا اومدن و بزرگ شدن و با سرکوب‌های اون آشنا هستن، پس ترسی ندارن. ما حتی مثلا نگاه کنیم در انتخابات 88 حکومت کسایی رو که برای اعترافات اجباری به تلویزیون ها می آورد بیشتر افراد سیاسی بودن، ولی الان یکی دو روز گذشته مثلا با قاضی صلواتی، دادگاه های فرمالیته که در اون برگزار میشه، ما بچه های 18، 19 ساله، 17 ساله رو به عنوان اختشاشگر و لیدرهای این تظاهرات معرفی میکنن. تفاوت این در اون هست که دیگه نمیتونه این رو، حکومت نمیتونه این سرکوب ها رو، این اعتراضات رو به یک گروه و به یک قشر خاصی منتسب بکنه و برای همین هم نمیتونه سرکوب ها رو با در نظر گرفتن اون گروه خفه بکنه. خانم سلیمانی، به تداوم اعتراضات اشاره کردین. این تداوم و استقامت مردم در برابر خشونت نیروهای سرکوب باعث شده که تحلیلگران خارجی جنبش زن زندگی آزادی رو تکان دهنده و متفاوت با اعتراضات قبلی بدونن. این موضوع چقدر اهمیت داره؟ این اولا برمیگرده به اون تصویری که این خارجی ها، یعنی این رسانه‌های خارجی از زنان ایرانی، از خود ایران به بقیه داده بودن، و همچنین این محققینی که بیشتر هیچ وقت نتونسته بودن به داخل ایران سفر بکنن، خیلی هاشون اصلا ارتباط نزدیکی در این رابطه نداشتن. این جنبش با اون تنوع، با اون تقاطعی که با خودش به جامعه حتی داخل ایران و خارج ایران داره نشون میده، تمام اون تصورات رو داره به چالش میکشه. یعنی اون عملیات زنانه رو همراه داره، از طرفی اون گفتمان‌های حقوق زنانی که سالها انتظار نمی‌رفت که زنان حاشیه بتونن حتی درک درستی از این حقوق داشته باشن، ولی داریم می‌بینیم که شروع کننده این مسئله همون زنان حاشیه بر اساس تجربیات اونها با گفتمان بسیار مترقی که تمام اون گفتمان‌های حاشیه رو، اون حتی پتانسیل متحد کردن گفتمان‌های حاشیه رو داشت، و این از طرف یک دختر کرد که در تهران کشته شده بود شروع شد، ولی برای من زن ترکم تمام اون جنبه های تبعیض رو نشون میداد. یعنی من خیلی راحت میتونستم با اون در یک گروه وایستم و بر این ستم ها مبارزه بکنم. این تنوع و این دایورسیتی که در ایران وجود داره رو هیچ وقت جامعه غرب نتونسته درک درستی از اون داشته باشه، و این جنبش با اون شعارهاش، با اون ماهیت خودش، میتونه این تنوع رو، اون عملیاتی که در خود این لوکال موومنتس، در جنبش های خود اون مناطق وجود داره رو، میتونه اون پتانسیل ها رو به جامعه نشون بده، به غرب نشون بده.